حدود اختیارات رهبر جمهوری اسلامی چیست؟ مدت هاست مخالفان جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای را متهم می کنند با سوء استفاده از اختیاراتش به عنوان ولی فقیه مانع آزادی و دموکراسی در ایران شده. حالا مدتی است در سطحی پایین تر بحث درباره اختیارات خامنه ای در میان مسئولان نظام جمهوری اسلامی مطرح می شود. به خصوص بعد از علنی شدن اختلافات آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد. 4 سال پیش احمدی نژاد با حمایت آشکار رهبر جمهوری اسلامی به ریاست جمهوری رسید، اما دوره او تمام نشده اختلافات این دو به رسانه ها رسید. احمدی نژاد هم از هر فرصتی برای انتقاد ضمنی استفاده می کنه. باید از سازمان تبلیغات سوال کنیم، باید از صدا و سیما سوال کنیم، باید از حوزه های علمیه سوال کنیم. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و از نزدیکان آیت الله خامنه ای در یک سخنرانی گفته هر سخن آیت الله خامنه ای یک دستور است و لازم الاجرا. تا کنون مسئولان جمهوری اسلامی ایران توصیه های رهبر را در امور و تصمیم گیری ها دخالت دادند. مثلا مجلس معمولا قبل از هر استیضاح یا سؤالی نظر رهبر را جویا می شود. 4 سال پیش محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس اعلام کرد که اگر توصیه های رهبر نبود شاید 6 وزیر پیشنهادی کابینه دوم احمدی نژاد رأی نمی آوردند. علی مطهری از نمایندگان منتقد دولت. او دیدگاه متفاوتی به اختیارات رهبر دارد. میگوید قرار نیست ولی فقیه در همه جزئیات حکومت دخالت کند. آیت الله خامنه ای معمولا در مسائل جزئی نظر میدهد. مثلا این نظر معروف او، یا مثلا فرض کنید که بعضی از رفتارها، بعضی از سفرهای خارجی که دانشجو میکنم، من پیغام دادم به آقای دکتر مونی برای دانشجو سفر تفریحی رو دارم علمی فلان گذاشتن، به کجا؟ به خارج از کشور. خارج از کشور؟ یه چه مونده شده؟ دانشجو بره خارج از کشور که چه بکنه؟ برای چه سفری؟ دانشجو کیش؟ خب به جای کیش بذارید اصفهان، بذارید مشهد، بذارید یه جایی که توش دستاورد معنوی داشته باشه. جوان او حتی درباره نامگذاری خودرو هم نظر میداد، مثل بازدیدش از شرکت سایپا و اعتراض به اسم خودروی تازه ساخت مینیاتور که با اعتراض او نام آن به آهو تغییر یافت. دخالت های آیت الله خامنه ای باعث شده که منتقدان حکومت حتی در داخل ایران علنی خواستار عرض یا بررسی صلاحیت رهبر باشند. عرض یا برخورد با رهبر بر عهده مجلس خبرگان است. مجلس خبرگان رهبری هفته پیش جلسه داشت، اما این مجلس به خاطر وابستگی به رهبر عملا با او برخورد نمی کند. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.